درخواست کمک‌های فوری بین‌المللی برای لبنان. بیروت همچنان در آتش خشم معترضان می‌سوزد. تنش بین بخشی از معترضان لبنانی و نیروهای امنیتی جلوی پارلمان این کشور بالا گرفته. چشم‌انداز وضعیت سیاسی لبنان و نقش کشورهای خارجی را با مهمان‌های برنامه امشب به بحث می‌گذاریم. در ادامه برنامه امشب طالبا باید نشان بدن که از آتش بس سر تا سری ترس ندارن. خواهش لوی جرگه افغانستان برای آتش بس سر دارن. توافق لوی جرگه با آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان. رئیس جمهوری افغانستان فرمان رهایی آنها را صادر می کند. اونایی که اموال دستشونه، املاک، و باید توافق کنن، باید برگردونن و گردن ما از اون ابزارهای خط و نشان رئیس بنیاد مستضعفان برای پس گرفتن املاک از مقامها و ارگانهای حکومتی. پرویز فتاح دقیقاً به دنبال چیست؟ هیجان در اردوی انتخاباتی دموکرات‌های آمریکا. شمارش معکوس برای اعلام معاون بایدن آغاز شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بیروت، شهری که زمانی به آن عروس خاورمیانه میگفتند، امروز زخم خورده و خشمگین، دوباره شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومتی بود. صدها نفر در میادین اصلی شهر جمع شدند. معترضان به سمت ماموران امنیتی که خیابان منتهی به مجلس را بسته بودند سنگ پرتاب کردند. حتی پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام هم معترضان را آرام نکرده. معترضان عمدتاً جوانی که خشمگین و ناامید و مستعصلند، همه سیاستمدارانشان را از صدر تا ذیل مسئول وضع بحرانی امروز کشورشان می‌دانند. همزمان یک کنفرانس بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک برای لبنان برگزار شده و وزیر اطلاع رسانی هم در اعتراض به نحوه مدیریت بحران پس از انفجار در بندر بیروت استعفا کرده. اما چه آینده‌ای در انتظار لبنان است؟ لبنان 7 میلیونی، همسایه استراتژیک سوریه و اسرائیل، با بحران ناآشنا نیست. اما آیا می‌تواند از این بحران عمیق سیاسی و اقتصادی هم عبور کند؟ همکارم نفیسه کوهنورد از شهر بیروت با ماست، جایی که اعتراضات همطور که اشاره شد ادامه داره. نفیسه، درسته تنش ها داره بالا میره، همونطور که انتظار میرفت وقتی غروب بشه تنش قطعا با نیروهای امنیتی بالا خواهد رفت. گروهی از تظاهر کننده ها سعی کردن وارد ساختمان پارلمان بشن، بهش حمله کردن، مثل همون دیشب که سعی کردن و چند ساعتی حتی وارد ساختمان وزارت خارجه شدن. پلیس از و نیروهای امنیتی از مردم و تظاهرکننده های مسالمت آمیز خواسته که به خونه برگردن و تا بشه امنیت اونها رو حفظ بکنن. عملا این یک هشدار به تظاهرکننده ها. جایی هم که ما ایستادیم البته با محل پارلمان فاصله داره، اما همچنان چون بوی به شدت قویه گازهای اشک‌آور رو میتونیم حس بکنیم، ما سعی کردیم که در امن‌ترین جای ممکن وایسیم تا بتونیم به شما تعریف بکنیم که چه اتفاقاتی میفته. اما رعنا، جمعیت قطعا خیلی کمتر از چیزی بود که دیروز بود. دیروز واقعا اینجا جای سوزن انداختن نبود و ارتش و لبنان هم خیلی خشن‌تر از همیشه با تظاهر کننده ها رفتار میکرد. امروز دیدیم که گروهی از ارتشی های سابق که بازنشسته شدن به میدان اومدن، میگفتن که ما الان برای مردن حاضریم، برای اینکه هم خسته شدیم از این وضعیت و هم معتقدیم که واقعا باید بیایم و لبنان رو نجات بدیم. وقتی ازشون پرسیدیم که نظرشون در مورد رفتار ارتش چی هست، گفتن که امیدواریم که یاد بگیرن که نباید با تظاهرکننده ها اینطور برخورد بشه، اما همچنان تاکید میکردن که باید سلاح در دست نیروهای دولتی باشه و اگر نباشه وضع به همین شکل ادامه پیدا میکنه. همیشه نگرانی هست که در این اعتراض ها برخوردی بین طرفدارها و مخالفان احزاب، به خصوص بین طرفدارها و مخالفان حزب الله اتفاق بیفته. البته اینجا اینقدر خشم بالاست که مردم بیشتر از دست مسئولان
به تنگ اومدن و با نیروهای امنیتی هم که دیشب باشون خیلی بد برخورد کردن و تقریبا 700 نفر زخمی شد در این زد و خوردی که بین نیروهای امنیتی و پلیس و معترض ها در گرفت، خشم رو بیشتر کرد. صلیب سرخ اینجا آماده باش ایستاده، خودشون اعلام کردن که تقریبا 115 نفر رو سرپایی تونستن بهشون کمک بکنن دیروز و امروز، اما بیشتر از 70 نفر واقعا آسیب جدی دیدن و راهی بیمارستان شدن. نفیس، اشاره کردی که نیروهای امنیتی از معترضان خواستن که به خونه هاشون برن، چقدر ممکنه که این هشدار رو جدی بگیرن؟ اون بخشی از معترضایی که الان هستن جلوی پارلمان کوتاه نمیان، گرچه یه سریشون رو ما میبینیم که دارن میدوئن و فرار میکنن. برای خب میزان گاز اشک‌آوری که واقعا ارتش داره میزنه خیلی خیلی زیاده، یا پلیس داره میزنه خیلی خیلی زیاده، انقدر زده بودن که ما حتی امروز ظهر که به میدان اومدیم هم نمیتونستیم از دیروزش رو حس بکنیم. شما تصور بکنین از دم غروب هم همچنان دارن گاز اشک‌آور میزنن. البته ما در دست تظاهرکننده هم چوب و سنگ و کوکتل مولوتوف هم دیدیم که اونها هم میگن ما خشممون رو اینطوری میخوایم نشون بدیم. هرچند همه طرفدار چنین برخوردی بین تظاهرکننده ها و نیروهای امنیتی نیستن. رانا یه چیز هم بگم که واقعا یه خبر تلختری هم دوباره ارتش لبنان اعلام کرد که دیگه امیدی برای زنده پیدا کردن افرادی که در محل انفجار بودن و انتظار می‌رفت شاید بعضی هاشون زیر آوار مونده باشن دیگه وجود نداره و عملا عملیات جستجو برای زنده پیدا کردنشون رو متوقف کردن. فقط از خانواده‌ها خواستن حتما برای دادن نمونه DNA برن که بتونن از بازمانده اجسادی که در محل پیدا کردن تا الان، چون جسدها دیگه سالم هم نیستن، بتونن هویت این افراد رو تشخیص بدن. متشکرم نفیسه کوهنورد. رئیس جمهوری فرانسه گفته که دنیا باید اختلافهایش را در لبنان کنار بگذارد و در کنار مردم لبنان بایستد. امانوئل مکرون این را در یک کنفرانس ویدیویی خطاب به بعضی از رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت. هدف این کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های اضطراری برای لبنان است که به طور کارآمد به دست مردم برسد. بخش مهمی از پایتخت لبنان در پی انفجار هفته پیش به شدت تخریب شد. دست کم 158 نفر کشته شدند و 6000 نفر مجروح و 300000 نفر بی خانمان. کسرانجی در گزارشش میگوید این انفجار خلاء سیاسی مهمی در لبنان ایجاد کرده که کمک به بازسازی بیروت را دشوار میکند. در بندرگاه بیروت 5 روز بعد از انفجار روز سه‌شنبه، هنوز اینجا دارند قربانیان را از زیر خاک بیرون میآورند. این انفجار بخش مهمی از پایتخت لبنان را با خاک یکسان کرد. لبنان امروز از زیر این خرابی و خاکستر برای بقایش تلاش میکند. تنها امید خیلی ها در بیروت و لبنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حتی قبل از رهبران سیاسی کشور از اینجا دیدن کرد، در کنار سیلوی تخریب شده و گندم ریخته شده. برای او و خیلی ها روشن بود که وجود لبنان امروز در خطر است. رئیس جمهوری فرانسه حالا رهبری حرکتی را به دست گرفته برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و اضطراری برای لبنان در روزها و هفته‌های آینده. این او امروز. او میگوید هدف این است که فوراً اقدام کنیم، کمک‌هایمان را برای لبنان هماهنگ کنیم و به طوری کارآمد آن را به دست مردم لبنان برسانیم. رئیس جمهوری فرانسه خشم مردم بیروت را از نزدیک دیده. که خواهان انقلاب هستند علیه حکومتشان. مردمی خشمگین از رهبران سیاسیشان و فساد حکومتی. رهبرانی که خیلی ها در بیروت و لبنان انفجار روز سه‌شنبه را نتیجه بیکفایتی و فساد آنها می دانند. رهبرانی بی توجه به حال مردم. او اینجا هفته پیش قول داد که فرانسه به کمک آنها خواهد آمد. کمک های فرانسه و کمک های بین المللی. او گفت کمک های فرانسه و کمک های بین المللی مستقیما به مردم خواهد رسید و نه به جیب سیاستمداران و مقام های کشور.
امروز آقای مکرون به دونالد ترامپ گفت مردم لبنان مردمی آزاده و مغرور و معتقد به حاکمیت ملیشان هستند. مقام های لبنان نباید بگذارند کشور از نفس بیفتد. او گفت آنها باید در مقابل امیدها و آرزوهای ملتشان پاسخگو باشند و ما باید نگذاریم که خشونت و هرج و مرج حاکم شود. او از همه خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و در کنار مردم لبنان بایستند. با کمک رسانی از طریق سازمان های مردمی و سازمان های غیر دولتی. نظام سیاسی لبنان زایده جنگ های داخلی این کشور در سالهای دهه 70 و 80 است. نظامی که در آن گروه های مسلح طرف های جنگ قدرت را تقسیم کردند و به خودشان رسیدند. نظامی که به تدریج فاسدتر و ناکارآمدتر شد. به خصوص با قدرت گرفتن حزب الله به نیابت از ایران. نیروی سیاسی با ارتش قدرتمندتر از ارتش لبنان. دولتی در داخل دولت که بر همه امور کشور چنگ انداخت و امروز پاسخگو نیست. در روزهای اخیر حسن نصرالله رهبر حزب الله گفته است که از هر نوع کمک خارجی استقبال میکند. اگرچه تندروهای حامی او در تهران سفر رئیس جمهوری فرانسه به لبنان را دخالت در امور داخلی لبنان دانستند و اقدامی به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل برای استعمار مجدد لبنان. دیروز تظاهرکنندگان در خیابان‌های بیروت خواهان خروج ایران از لبنان شدند. خواهان پایان دادن به مداخله‌جویی‌های ایران از طریق حزب الله. بسیاری از این تظاهرکنندگان حالا امروز هم به خیابان‌ها آمدند. خیلی ها اینجا در لبنان معتقدند که اصلاح ساختار سیاسی لبنان بدون خلع سلاح حزب الله ممکن نیست. کسرانجی بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه علی معموری پژوهشگر و استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه سیدنی با ماست و همچنین کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از شهر یوواسکولای فنلاند به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای معموری با شما شروع بکنیم. شنیدیم که عده‌ای در داخل ایران معتقدند که دخالت‌های فرانسه به گفته اونها دخالت‌های فرانسه یک نوع استعمار نو محسوب میشه. همزمان میشنویم که معترض در داخل لبنان از ایران میخوان که پاشو از سیاست داخلی این کشور بیرون بکشه. واقعا فکر میکنید که کدام یک از این بازیگران خارجی بیشترین نقش رو در بحران فعلی لبنان دارن؟ لبنان در طی سالیان اخیر تبدیل به یک صحنه رقابت بین مجموعه از نیروهای منطقه‌ای و بین المللی شده که ایران بخش قابل توجهی از اون رو به عهده داره به جهت داشتن یک نیروی مسلح در این کشور، اما در این حال کشورهای دیگری از جمله عربستان سعودی، آمریکا، فرانسه هم به نوعی نفوذ سیاسی خودشون رو، نفوذ اقتصادی خودشون رو تونستن در این کشور حفظ بکنن و حتی در واقع وضعیت اقتصادی بدی رو که الان لبنان شاهدش هست به نوعی باز یکی از عواملش برمیگرده به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا بر لبنان در واقع وارد کرده. بنابراین مجموعه این عوامل موجب شده که لبنان تبدیل به یک صحنه درگیری بشه. افزون بر همه اینها در واقع ساختار سیاسی لبنان از آغاز تشکیل یک ساختار فرقه گرایانه بوده که ناگزیر معالش به چنین وضعیتی باید منتهی میشد. افزون بر همه اینا در واقع در قرارداد طائف ما شاهد یک نوع توازن قوا بودیم که زمینه بازسازی و شکوفایی لبنان رو در زمان آقای رفیق حریری ایجاد کرد، اما به محض اینکه این قرارداد ستونها و پایه‌های اون متزلزل شد و از یک طرف سوری‌ها عقب نشستند و عربستانی‌ها در واقع وارد درگیری در لبنان با طرف‌های مقابلشون که ایران بودن شدن، در نتیجه مشاهده فروپاشی و سقوط مجدد وضعیت در لبنان بودیم. الان تنها راه حل اینه که به نوعی توازن مجدد قوا در لبنان ما در واقع برگردیم، به نوعی که طرف‌های مختلف درگیر به جای رقابت در این کشور به مشارکت برای بازسازی اون کمک بکنند. آقای غفوری، آیا امکان یک آشتی ملی و همکاری ملی بین این فرقه ها رو شما می‌بینید؟ ببینید، این آشتی احتمالی شرط داره به خاطر اینکه بر مبنای همون پیمان
طائف که آقای مأموری بهش اشاره کردند، اساساً حزب الله میبایست خلع سلاح میشد و هیچ گروه مسلحی غیر از ارتش لبنان در اون کشور باقی نمیموند. به مفاد اون قرارداد رعایت نشد، بهش احترام گذاشته نشد، به خیلی از بندهای اون قرارداد. مضاف بر این، ببینید ساختار سیاسی که بعد از جنگ داخلی لبنان ایجاد شد، یعنی بعد از 1989-1990، باعث شد که از یک طرف نفوذ جمهوری اسلامی پولهایی که اونجا خرج میکرد برای حزب الله و گروه های دیگر شیعه تحت حمایتش، و از سوی دیگر برای این رقابتی که ایجاد شده بود، عربستان سعودی برای اینکه بخواد هماوردی بکنه با گروه های شیعه به گروه های سنی پول میداد و کمک میکرد. این باعث یک فساد شده. الان همونطور که مردم لبنان از اکتبر 2019 شروع کردند آمدن بیرون، تظاهرات کردند، و این یکی از نخستین تظاهرات ها بعد پایان جنگ داخلی لبنان که کل مجموعه حکومت لبنان را هدف گرفت، فارغ از اینکه شیعه است، سنی است یا مسیحی است. مردم به این فساد سیستماتیک اعتراض دارند. آنقدر فساد اقتصادی اونجا نهادینه شده که ما دیدیم آقای مکرون هم حاضر نشد که این کمک های مالی رو که رهبری جمع کردنش رو به عهده بگیره گرفته بده به دست دولت لبنان، بلکه گفت که زیر نظر سازمان ملل باید تقسیم بشه به NGO ها و به مردم باید مستقیم پرداخت بشه. میشه گفت جامعه جهانی به سیاستمداران کنونی لبنان به هیچ وجه اعتماد نداره. برای اینکه لبنان بتونه یک کشور دوباره شکوفایی بشه، اولین شرطش اینه که ساختار اصلاحات سیاسی بسیار جدی صورت بگیره. نظام سیاسی مبتنی بر مذهب، ببین قدرت بر مبنای مذهب شیعه سنی مسیحی تقسیم میشه در لبنان. این سیستم یک سیستم بیماری است، اساسا در هیچ کشوری کار نمیکنه. آقای مأموری هم بهش اشاره کردن. این باید عوض بشه و این اصلاحات ساختاری مستلزم اینه که کشورهای منطقه با سرازیر کردن پول و اسلحه دامن نزنند به آتش جنگ ها در لبنان. لبنان یکی از نقطه نظرهای نگرانی بسیاری از کشورها مخصوصا اروپایی ها هست، به خاطر اینکه نمیخوان اولا جنگ داخلی دوباره ای در این کشور شروع بشه، جنگی که دقیقا 15 سال طول کشید، و نمیخوان یک سوریه دیگری هم ببینن در منطقه. آقای مأموری، سیاستمدارانی که نه جامعه بین الملل بهشون اعتماد داره نه مردم لبنان بهشون اعتماد دارند، این کشور رو با یک خلاء جدی سیاسی روبرو میکنه. کاملا درسته، ولی متاسفانه در این حال جایگزین مشخص و روشنی هم فعلا در افق دیده نمیشه، به جهت اینکه در واقع این سیستم به هر حال ریشه دمونده درون جامعه لبنانی. از یک طرف قانون اساسی بر مبنای اون شکل گرفته، سیستم توازنات سیاسی بر مبنای اون انجام شده، و بخشی از فرقه گرایی موجود در این سیستم هم به هر حال برآمده و برخواسته از واقعیت‌های جامعه خود لبنانی است. علی‌رغم اینکه در راهپیمایی اخیر ما شاهد اعتراضات جدی فرای از این چارچوب و در راستای شکستن این چارچوب بودیم، اما در این حال هنوز نمیشه واقعیت شکاف‌های مذهبی درون این جامعه رو نادیده گرفت. هنوز طرف‌های سگانه اصلی در این کشور با نگاه تردید به دیگری نگاه می‌کنند. هنوز بخش زیادی از اونها پناهگاه خودشون رو در بیرون از کشور در واقع کشوری دیگر می‌بینند و به اون تکیه کردند. بخش قابل توجه از مردم جز نیروهای خاموش هستند که هنوز تصمیم نگرفتند موضع رسمی خودشون رو نشون بدن. یک درصد محدودی از افراد در راهپیمایی‌ها به هر حال حضور دارند. مجموعه این عوامل گمنام و ناشناخته و واقعیت‌های موجود در این جامعه موجب شده که جایگزینی رو ما در افق نبینیم. افزون بر همه اونها یک لیدرشپ و فرماندهی و رهبری مشخصی برای اعتراضات وجود نداره، بنابراین هیچ جایگزینی در افق دیده نمیشه. تنها چیزی که من به نظرم میرسه ممکنه نوعی توازن نسبی رو برگرده اینه که عقلانیتی در منطقه حاکم بشود و طرفهای اصلی فعال در این کشور از جمله ایران و عربستان با همراهی طرفهای بین المللی به نوعی توازن قوا در واقع رضایت بدهند و یک سیستمی رو تعریف بکنند که بتونه فعال و کارآمد در کشور کار بکنه و تا حدی وضعیت موجود رو ازش بیرون بیاد. اما در وضعیت کنونی این گزینه هم چندان واقعی متاسفانه نیست. پیش بینی من اینه که بحران ها همچنان تا یک مدت زمان قابل توجهی ادامه پیدا خواهد. آقای غفوری، آیا میشه با توصیفاتی که آقای مأموری اشاره کردن به این نتیجه رسید که دولت فعلی لبنان یک فیلد استیت هست، یک دولت در واقع درمانده و فروپاشیده؟
کاملا همینطوره. ببینید این دولت در واقع آقای دیاب حتی حضور چند ماهش رو در ساختمان نخست وزیری مدیون بحران کرونا است، به خاطر اینکه خب میدونیم که اجتماعات تشکیل نمیشد در دوران همگیری کووید 19. در غیر این صورت احتمالاً اعتراض‌های بسیار زیادی رو میدید. ببینید از نظر اقتصادی این کشور کاملا فرو شکسته، ده ها میلیارد دلار بدهی خارجی داره و توان پرداخت این رو نداره. به احتمال بسیار قوی کشورهای مثل ایران هم الان در شرایط کنونی توان کمک رو ندارن، مخصوصا اینکه اگر مثلا ایران میخواد کمک کنه به دست حزب الله میرسونه، نه به دست کشور لبنان، به همین صورت عربستان سعودی. ببینید در این شرایط هست که جامعه بین الملل میتونه نقش بازی کنه برای کمک اقتصادی برای بازسازی لبنان، برای اینکه این ده ها میلیارد دلار بدهیش رو لبنان بتونه بده، دوباره به کشور تولید کننده برگرده. یک سری شروطی رو برای اصلاحات ساختاری میتونن برای لبنان وضع کنن، این کار رو هم شروع کردن. شفافیت اقتصادی یکی از این شروط، ما میدونیم که لبنان کشور شفافی نیست. خدمات بانکداری لبنان خیلی مورد سوء ظن جامعه بین المللی هست و اونجا بسیاری از گروه ها متهم هستن به پولشویی و فساد اقتصادی. این چیزی که به نظر میرسه که جامعه بین المللی به رهبری فرانسه میخواد باش مقابله بکنه، در گام اول مقابله با این فساد هست و این اصلاحات ساختاری باعث میشه که بشه کم کم لبنان رو از پایه ساخت. این باز به شرطی است که همینطوری که آقای معموری به درستی اشاره کردن، بازیگران منطقه‌ای دست از سر لبنان بردارن، چیزی که دورنماش متاسفانه چندان واقع بینانه نیست. دست کم در میان مدت و کوتاه مدت به نظر نمیرسه که چه جمهوری اسلامی بخواد پاش رو از لبنان بکشه بیرون، چه گروه‌های رقیب منطقه‌ایش مثل عربستان سعودی. آقای معموری، آیا میشه گفت اعتراضات امروز لبنان انقلاب مردم لبنانه؟ هنوز در حد انقلاب به نظرم نمیرسه که رسیده باشه، به جهت اینکه حجم اعتراضات از لحاظ کمیت همچنان محدود هست، هم در مناطق خاصی و هم تا حد زیادی طبقات محدودی رو از افراد و بیشتر در واقع طبقات میانه و میدل کلاس رو داره در واقع شامل میشه. مناطق گسترده از لبنان همچون مناطق جنوبی که در واقع پایگاه حضور حزب الله هست همچنان ساکت هستند و با نگاهی نگران نسبت به این حوادث دارن نگاه میکنند. بنابراین ما شاهد یک انقلاب فراگیر نیستیم، اما شاهد اعتراضات بسیار جدی و مهمی هستیم که ممکنه در هر لحظه در اثر تحولات آینده تبدیل به یک انقلاب فراگیر بشه و یا حتی تبدیل به یک جنگ داخلی بشه که احتمال اون بیشتر است نسبت به اینکه به یک انقلاب یکسان و در واقع یک نواخت و سازگار بشه به جهت واقعیت مذهبی و شکاف موجود در جامعه لبنان. آقای غفوری، خیلی کوتاه اگه ممکنه، شما پتانسیل انقلاب رو بیشتر میبینید در لبنان یا جنگ داخلی؟ متاسفانه لبنان بالقوه این پتانسیل رو داره که به هم ریختگی در اون به یک جنگ داخلی تبدیل بشه، به خاطر اینکه حزب الله درش سلاح داره. اگر بخواد مستقیم درگیر بشه، از سلاحاش استفاده بکنه، احتمالش هست که سلاح‌های دیگری هم سرازیر بشه به سمت گروه‌های رقیب و اون چیزی رو که در کشور همسایه‌اش در سوریه دیدیم یا در بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه در لبنان ببینیم. من فکر می‌کنم دلیل نگرانی و تشویش جامعه بین‌الملل و ورود شخص آقای مکرون برای حل مسئله لبنان هم همین نگرانی است. متشکرم از هر دوی شما، علی معموری پژوهشگر و استاد مطالعات خاورمیانه، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار. رئیس جمهوری افغانستان گفته که حکم آزادی 400 عضو خطرناک گروه طالبان را اجرا می‌کند. رهایی این افراد را لوی جرگه مشورتی صلح به منظور آغاز مذاکرات بین الافغانی تصویب کرده بود. لوی جرگه از طالبان هم خواسته بر اساس تعهداتشان تمام اسیران غیر نظامی و نظامی دولت را رها کنند. طالبان میگویند تا 10 روز بعد از رهایی اعضای زندانی خود مذاکرات صلح با دولت را آغاز می‌کند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. مراسم پایانی لوی جرگه به امید آغاز مذاکرات با طالبان، جرگه‌ای که از حکومت خواسته برای برداشتن موانع بر سر مذاکرات 400 زندانی طالب را آزاد کند، آمده تا به پیشنهاد لوی جرگه مهر تایید بزند. من امروز حکم را امضا می کنم که قبلا نمی توانستم چون بالاتر از صلاحیت من بود، اما حالا نظر به توافق و فیصله شما حکم آزادی 400 زندانی طالب را امضا می کنم.
حکم امضا کم او دوی بخوزی. با این کار توپ را به میدان طالبان انداخت. انتخاب از طالباس. امروز طالبا باید نشان بتن که از آتش بس سر تا سری ترس ندارن. خواهش لوی جرگه افغانستان برای آتش بس سر تا سری و برای خدمات سر تا سری در سر تا سر افغانستان قبول میکنه. لوی جرگه مشورتی به گفته حکومت حالا گروه طالبان بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن مذاکرات مستقیم با دولت ندارد. فیصله قطعنامه لوی جرگه تاریخی، لوی جرگه مشورتی آخرین بهانه ها را از سر راه شروع مذاکرات بین الافغانی رفع کرد و ما و شما انشاءالله در آستانه شروع مذاکره قرار داریم. تمام نظریات شما مورد احترام همه ما و انشاءالله تا جایی که ممکن باشه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان به عملی کردنش است. قطعنامه در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف و سیاستمداران ملی حضور داشتند. اجماعی که در این اواخر کمتر به چشم خورده بود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین که در مراسم افتتاحی حضور نداشت، امروز در مراسم اختتامی شرکت کرد. بسیار روز خوشحال است، الحمدلله. خوشی از احتمال رسیدن به صلحی که در 19 سال گذشته دست نیافتنی بوده. میگه رخ زیبایت را یاد کنم یارب کنم. با خیالت دل خود شاد کنم یارب کنم. ما با خیال صلح دل خود شاد کردیم امروز. با آرزوی صلح آمدیم داشتیم. و شما بزرگان عزیز وطن ما، اعضای محترم جرگه، ما را با او آرزو با تصامیم خود دارین نزدیک می سازین. اعضای لوی جرگه مشورتی. اما شماری از مردم به این قطعنامه بی باورند. من باورمند هستم در این مرحله بیشتر توجیه اعمال حکومت است که به دوش ملت می گذارند. از اینکه جرگه در یک مدت بسیار کم برگزار شد، ما نگران شمولیت جوانا و نمایندگی درست مردم همچنان هستیم. در دو روز گذشته دیدگاه‌های مخالف هم در جرگه اعلام حضور کردند، اما در نهایت اکثر اعضای این جرگه طی یک قطعنامه موافقتشان را نسبت به آزادی زندانیان طالبان اعلام کردند. در این قطعنامه آمده که طالبان هم باید هر چه زودتر مذاکرات و آتش بس را با دولت آغاز بکنند و جریان مذاکرات با مردم با جزئیات شریک بشه و در جریان مذاکرات از قانون اساسی افغانستان و تمام دستاوردهای 19 سال گذشته حمایت بشه. مذاکرات آنطور که رئیس جمهوری از قول طالبان گفته بود، 3 روز پس از رهایی این زندانیان در قطر شروع خواهد شد. خداوند عاقبت ما و شما را محمود بگردانه و صلی الله تعالی علی خیر خلقی. این دعا سال هاست دست مردم افغانستان را بلند برده. آرزوی آرامش و صلح. حالا تصمیم جرگه مشورتی قدمی پیش برای برآورده شدن این آرزو برداشته. با برداشتن موانع و مساعد کردن شرایط برای آغاز گفتگوهای صلح. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. برای گفتگوی بیشتر در این باره، عارف رحمانی نماینده پارلمان از کابل و هاشم وحدتیار رئیس انستیتوی امور جاری جهانی از واشنگتن با ما هستند. خوش آمدید به برنامه. آقای رحمانی، با شما شروع بکنیم. واکنشتون چیه به توافق لوی جرگه؟ به لحاظ کاربردی همون گونه که گزارشگر شما گفت، توپ به میدان طالبا افتاد و طالبا دیگه بهانه برای استنکاف و روبرتافتن از مذاکرات را نداره. ولی طبعا میدانیم که تصمیم جرگه، لوی جرگه مشورتی صلح، هر نام دیگه ایره که بگذاریم، این تصمیم مشروعیت حقوقی و طبعا مشروعیت قانونی و سیاسی نداره و البته یک امر عنعنوی هست که در عهد قانون و شهروندی تکرار میشه و متاسفانه و صد متاسفانه پارلمان و لوی جرگه قانون اساسی را و تمام نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی را که میتونست بدون چنین هزینه
چون این در واقع را افتادن یک مجموعه از عناصری که از اطراف افغانستان آمده بودن، میتونستن که این تصمیم رو به یک نوعی بگیرن و اتخاذ بکنن و بهانه طالبان را پایان بدن. آقای وحدتیار، نظر شما چیه؟ فکر میکنید که لوی جرگه این مشروعیت رو نداشت که به این توافق برسه؟ ببینید، مهمی است که لوی جرگه در قانون افغانستان وقتی برگزار میشه، وقتی که بعضی تصامیم که رئیس جمهور افغانستان باید بگیره و نمیتونه بگیره چون صلاحیتشون بالا میباشه، باز به اساس قانون یگانه مرجعی برای تصمیم گیری قانون لوی جرگه افغانستان هست. میخوایم یک چیز مهمی که اضافه بکنیم این است که در پالوی جنگ نظامی بین طالبا و حکومت افغانستان یک جنگ بزرگ تبلیغاتی شروع شده و او جنگ بزرگ تبلیغاتی است که یک دیگه خود متهم می‌سازد برای اینکه اراده صلح بر افغانستان نداره. با این لوی جرگه و رها ساختن 400 زندانی طالبا، حکومت افغانستان دو چیز بسیار مهم را نشان داد. اول اینکه اراده جدی برای صلح و گفتگوهای بین الافغانی، و دوم ای که مردم افغانستان تحت فشار هیچ کشوری بیرونی برای رها کردن یا نرها کردن طالبان نیست و حکومت و مردم افغانستان تصمیم گیرنده خود هست در امور داخلی خود. مهمتر از این است که صف واحد در کابل ایجاد شد میان حکومت، مردم و سیاسون افغانستان. نیاز است برای طالبان که نشان بده چقدر برای خواست مردم افغانستان ارج میگذاره برای صلح پایدار و آتش بس فوری. اگر ای که طالبان نشان بده که آیا طالبان واقعا در پی آوردن صلح در افغانستان هست یا ای که برگشتاندن امارات. آقای رحمانی، شما چقدر خوشبینید که طالبان احترام بگذاره به این توافق؟ حالا من یک نکته حقوقی یادآوری بکنم خدمت بینندگان شما و آقای وحدتیار. ما لوی جرگر در قانون اساسی سال 83 اساسی سازی کردیم. لوی جرگه قانون اساسی یک فصل هست و تمام لوی جرگه هایی که بعداً دایر شد لوی جرگه های عنعنوی در واقع عبور از لوی جرگه قانون اساسی بود. یک نکته. نکته دومی است که این لوی جرگه ها که دایر شد، درست است که یک نوع رضایت بخش از مردم افغانستان یا آنچه که شما میگید ملت افغانستان را نمایش داد، ولی در واقع مشروعیت حقوقی نداشت و طبعا بار حکومت را سبکتر کرد. اما این که سوال شمایی است که جواب سوال شمایی که چقدر با خوشبین هستم به آینده مذاکرات صلح، اگر سوال شما همی بوده باشه، واقعا من فکر میکنم که لوی جرگه مشورتی و تصمیمی که اتخاذ کرد، این تصمیم در واقع تمام بهانه ها را از طالبا گرفت و طبعا باید مذاکرات شروع شد و مذاکرات شروع میشن. یکی مذاکرات سخت خواهد بود، زودتر به نتیجه میرسه یا اصلا طالب ها اعتقاد واقعا میخواین به بحث صلح به پیوندن یا نه، من باورم است که با توجه به امتیازات بسیار گزافی که به طالب ها داده شد و امتیازات از آدرس مردم افغانستان بود توسط آمریکایی ها، گمانم این است که طالبان بیشتر برای جنگ آماده میشن، اونا روحیه بسیار جدی گرفتن، در مذاکرات هم شاید چیزهایی را بخواین که خواست خودشان باشه و طبعا خواست مردم افغانستان و خواست جمهوری خواهان در افغانستان نباشه و با بنبست روبرو میشیم و دوباره جنگ ادامه خواهد پیدا کرد. آقای وحدتیار، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که طالبان به دنبال جنگ هستند یا به دنبال صلح هستند؟ خب شما ببینید، اگر شما طالبان را مطالعه بکنید، به جز از خشونت دیگر هیچ چیزی ندارن و اینا میخواین که در افغانستان دو چیز بیایه و صلحی که اونا تعریف صلح که طالبا داره اویست که اول در سراسر افغانستان شریعت تطبیق شریعت است و دوم ایست که در افغانستان طالبا به اقتدار برسه، یا نام امارت یا نام طالبا یا نام اسلامی دیگری که به نظام خود میتن. غیر از این دو چیز هیچ چیز را طالبا نمیپذیرند، یا جنگ ادامه میدن یا به این دو چیز میرسند. دیگه چیز مهم است که مذاکرات بین الافغانی که شروع میشه، ما متاسفانه که منتظر نباید باشیم که یک سال دو سال همه چیز حل شود، چون مسائل مختلفی که در مربوط افغانستان هست در اجنداز یا چیزها هست که روش بحث صورت میگیره، حداقل یک 3 سال یا اضافه تر از اونا خواد بگیره تا که بالاخره به یک موافقه برسه. و هم اگر برسه، چون پیشتر که من گفتم که طالب ها مدو چیزی که میخوان به اونا میخوان که نایل شود و
مهمتر از این است که هر نوع صلحی که در افغانستان بیاید در نبود یک نظام قوی اردو و امنیت قوی در افغانستان، هر نوع صلحی که در افغانستان بیاید متاسفانه که صلح پایدار نخواهد بود و زود از هم میپاشد. در دو صورت، یکی یک اردو و نظام قوی در افغانستان باشد، یا اینکه یک نظامی های از حکومت از سازمان های بین الملل اسلامی در افغانستان باشه. در نبود از این دو چیز ما افغان ها نشان دادیم در قبل هم که ما متاسفانه که بعضی گروه ها اونا باز نمیگذارن اون چیزی که تعهد کردن و صلح قراردادی که امضا میکنن به او متاسفانه که ارج نمیگذارن. دو چیز بسیار مهم است. شما کشورهای دیگر رو ببینید که هر توافقی که میشه، توافق سیاسی که میشه، اختلافات بزرگی که میشه در پاکستان، اگر فوج پاکستان نباشه، پاکستان همه چیزاش از هم میپاشه. از این خاطر ضروری است که ما در افغانستان یک نیروی قوی نظامی باشه و در چتر از او هر نوع سال و قراردادی که امضا میشه پایدار. آقای رحمانی، هم شما هم آقای وحدت‌یار به نظر میاد که در این مقطع به توافق لویجرگه خوشبینید، ولی در میان مدت و طولانی مدت خوشبین نیستید به اساساً مذاکرات صلح. واضح هست لویجرگه بهانه عمده ازش گرفت و به نوع رئیس جمهور افغانستان که خب عنوان میکرد که من بدون لویجرگه نمیتونم که تصمیم بگیرم، خب دستشان را باز کرد و توپ به میدان طالبان هست. اما واقع قضیه است که طالبان با توجه به امتیازاتی که آمریکایی‌ها به اینا دادن و غروری که پیدا کردن و امکاناتی که تدارک کردن، ما میدانیم از داخل افغانستان اینا آماده بسیار جنگ کلان هستن. اونا یا به امارت اسلامی میرسن یا به هیچ چی نمیرسن. یعنی ما شما یک بخشی از طالبان را نداریم که اونا باز بیان مثل آقای حکمتیار در داخل افغانستان پست‌ها و مقامات تشریفاتی یا حقیقی را قبول بکنن. طالبان برای یک جنگ آماده میشن. ما گمان میکنم که این لویجرگه، البته ما معایبش گفتیم که چون حقوقی نیست، مشروعیت نداره، خب این بود. اما حسنش همی بود که یک در زمینه سیاسی دست طالبان را دیگه در واقع رو میکنه و اونا را نشان بده که واقعا اونا چقدر صادق هستن در بحث آغاز مذاکرات و بحث اصلا دنبال کردن صلح. این یک نکته. نکته دومی که یک سری ارزش های را یادآوری کرد که متاسفانه در توافقنامه دوحه نبود. اونا گفتن که باید آتش بس فورا اجرا شود، باید مذاکرات شروع شود در داخل افغانستان، باید ارزش هایی که در 20 سال گذشته ارزش های معطوف به جمهوریت و اسلامیت که در قانون قالب قانون اساسی است و مشخصا تصریح کردن که قانون اساسی موجود باید حفظ شود، اینا رو تاکید کردن که البته اینا نکات بسیار مثبت بود. ولی با همه اینها این جنگ، جنگ جمهوریت اسلامی یا جمهوری اسلامی و امارت اسلامی است. طالبان با غروری که پیدا کردن، با امتیازاتی که بهشون داده شده، اون تو زمینه‌ای که با نمیفهم واقعا چی هست و اردوکشی بسیار قوی سیاسی و نظامی که پاکستان کردن و برخی دیگر از کشورها، اونا در صدد احیای امارت هستن و من گمان میکنم که بحث صلح‌های طالبان دیگه با آغاز مذاکرات و با بن‌بست رسیدنش تمام میشه و ما باید آماده یک جنگ سرنوشت ساز با طالبانیزم و ایدئولوژی امارت باید باشیم و اینجاست که یک صف بسیار واضحه باید ایجاد شود و ایجاد میشه میان جمهوری خواهان و میان اماراتی هایی که حالا تلاش میکنن که به نوعی از در بستر صلح به امارت برسن. متشکرم از هر دوی شما، عارف رحمانی نماینده پارلمان افغانستان و هاشم وحدتیار رئیس انستیتوی امور جاری جهانی. و اما اجازه بدید سری بزنیم به بیروت، جایی که همونطور که میبینید کماکان تنش و اعتراضات ادامه داره. تصاویر نیروهای امنیتی رو میبینیم، همونطور که در ابتدای برنامه هم شنیدید از نفیسه کوهنورد خبرنگار ما در بیروت. به نظر میاد که تعداد کسانی که امشب به خیابان‌ها رفتن برای اعتراض کمتر از شب گذشته است، اما کماکان نیروهای امنیتی از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده می کنند.
اما در ایران رئیس بنیاد مستضعفان میگوید بعضی از املاک خوب این بنیاد در اختیار شماری از مقام‌های سابق و فعلی، مجلس و نهادهای نظامی است. پرویز فتاح در مصاحبه تلویزیونی از بعضی افراد هم نام برده که البته بعضی از آنها به او جواب دادند. بنیاد مستضعفان که بعد از انقلاب تأسیس شد، از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی مأموریت داشت اموال سلسله پهلوی و نزدیکانش را به نفع نیازمندان مصادره کند. رئیس این مؤسسه از طرف رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود و تنها به او پاسخگوست. فرین آسمی گزارش می دهد. اونایی که اموال دستشونه، املاک و باید توافق کنند، باید برگردونند. حساب و کتاب و خط نشان پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، با چهره های سیاسی مختلف جمهوری اسلامی ایران روی آنتن تلویزیون. مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامنگاری کرده، باید تخلیه می شد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. الان دیگه اجاره تموم شده. پیشنهاد ما اینه که واقعا باید برگرده. یعنی تا این لحظه که من صحبت میکنم هم علارغم همه چش و گوسا برنگشته. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان. غلام علی حداد عادل در حال حاضر مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و صاحب امتیاز و مالک مدارس فرهنگ است. رئیس بنیاد مستضعفان به املاکی که در اختیار سپاه ولی امر است هم اشاره کرده. سپاه ولی امر مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. یه ملکی خوب ما در جماران دست سپاه ولی امر. آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ من رفتم به عنوان مالک راه ندادم به ما بنده رو تو این ملک. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفترش در کاخ مرمر دیگر نهادی بود که آقای فتاح به آن اشاره کرد. واقعا این کاخ‌ها رو مسئولین ما نباید می‌رفتن و برن مستقر بشن. این کاخ آسیب دیده. توی این کاخ که واقعا هنر کشور به نمایش گذاشتی، هنرمندان کشور آسانسور گذاشتن، کندن، پچ زدن، رفتن در طبقه دوم این کاخ، نمیدونم حمام و جکوزی و سونا درست کردن. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام جواب داده که بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین این مجمع، ساختمان کاخ مرمر به بنیاد پس داده شده. پرویز فتاح در مصاحبه تلویزیونی خود از رئیس جمهوری سابق ایران هم صحبت کرد، کسی که 4 سال در دولتش وزیر نیرو بود. در ملک ما الان هستن با مجوز در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع، جای بسیار خوبه و چند سال ایشون اونجا هستن با دوستانشون. دفتر محمود احمدی نژاد به این گفته ها پاسخ داده. طی سال گذشته و با افزایش نجومی قیمت ها، این دفتر ابتداءً و رأساً پیشنهاد تخلیه را به مسئولین بنیاد داده است. از طرف آنان تاکنون هیچ درخواستی حتی تلویحی برای تخلیه ارائه نشده است. آمادگی داشته و داریم که ساختمان مذکور را تخلیه کنیم. روابط عمومی بنیاد مستضعفان از این اطلاعیه استقبال کرده و گفته آماده ی هر نوع همکاری برای تخلیه دفتر ولنجک است. آقای فتاح تا حالا درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به روشنی صحبت نکرده، اما از او به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی اصولگرایان برای انتخابات بعدی نام برده می‌شود. این موضوع از فروردین گذشته مطرح بوده، زمانی که او برای بازدید از مناطق سیل‌زده استان گلستان رفته بود. تا زانو در آب برای نظارت بر روند کمک رسانی به مردم. بنیاد مستضعفان میگوید از آغاز شیوع کرونا 168 میلیارد تومان برای مقابله با آن هزینه کرده. نام پرویز فتاح در سال 96 بعد از کشمکش با غلامعلی حداد عادل از فهرست نامزدهای اصلی جریان اصولگرا حذف شد. بعضی از اصولگرایان خبر دادند که جبهه پایداری به دستور صادق محصولی وزیر رفاه کابینه محمود احمدی نژاد کمپین حمایت از فتاح را راه انداخته. هرچند خود آقای فتاح اوایل امسال گفت قصد حضور در انتخابات سال آینده را ندارد. فرین آسمی، بی بی سی. علیرضا نامور حقیقی، تنگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای فتاح به دنبال ریاست جمهوری نیست؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. به هر حال بیشه با توجه به اینکه اصولگرایان آقای فتاح رو کم و بیش مطرح کردن برای یکی از کاندیداهای مورد زمر انتخابات ریاست جمهوری، آقای فتاح
شروع کرده در این زمینه با توجه به اینکه فساد اقتصادی و عدالت و رانت حکومتی و خروج از سرمایه از ایران یکی از معضلات جدی جامعه است، سعی کرده نشون بده که الان اون قهرمان جدیدی است که اومده برخلاف دیگران علیه جناح راست و چپ داره افشاگری میکنه و میخواد عدالت رو به جامعه برگردونه. ببینید مسئله این نهادهای غیر دولتی که تقریبا 40% اقتصاد ایران در دست دارن مشکلات جدی دارن که بنیاد مستضعفان هم بخش از این مشکلات است. نکته اولش این هست که اینها در مدیریتی که میذارن در سر کار هیچ دخالتی دولت نداره، هیچ نظارت حوزه عمومی نداره، مجلس نداره. میلیاردها دلار در آستان قدس رضوی نهاد ستاد اجرای فرمان امام و بنیاد مستضعفان میلیاردها دلار گردش مالی است، کارخانه ها، صنایع و املاک و پروژه های اقتصادی. مدیرانی که گذاشته میشه هیچ نظارتی وجود نداره که آیا کارآمد هستن یا نه. این خب میدونید وقتی مدیر ناکارآمد باشه بزرگترین فسادی است که ایجاد میشه. این نکته اول. نکته دوم این که در مورد اموالی که بنیاد مستضعفان از اول انقلاب در اختیار داشته آقای فتاح یه بخش کوچکی رو داره، یعنی در حقیقت داره بخشی از حقیقت رو مطرح میکنه که اصل کار رو نگه. اصل کار این است که از اول انقلاب تا الان در 4 دهه باید ببینیم بنیاد مستضعفان میلیاردها دلار اموال داشته، اینها رو چجوری واگذار کرده. ایشون باید در توضیح بده که اموالی که خودشون هم ایشون گفته ما در املاک رو واگذار کردیم، املاک رو به چه کسانی واگذار کردن و به چه قیمتی. تقریبا 2/3 املاکی که واگذار شده به ثمن بخص بوده و در حقیقت ناشی از رانت سیاسی بوده. اگر واقعا آقای فتاح جدی هست خب باید به این موضوع رسید کنه، از جمله مثلا املاکی که آقای دکتر ولایتی گرفتن از بنیاد مستضعفان. سوم مسئله کلیدی هست که نظارت. ایشون میگه ما 6000 میلیارد تومان درآمد کردیم با کسر سهام و اینا، 3500 میلیارد تومان برای مستضعفان هزینه کردیم. خب اینم مشکلی است که این نهادهای دیگه هم این مشکل رو دارن. ستاد اجرایی میگه ما میلیاردها تومان در مبارزه با کرونا هزینه کردیم یا برای بیکاری. خب اینا باید بیاد تو پروژه توسعه دولت. ما اگر کشور یک پروژه توسعه داشته باشه این باید متمرکز بشه و نشون بده که این پول‌ها چطوری هزینه میشه. این مدلی که آقای فتاح میگن هیچ ارتباطی با پروژه توسعه ایران نداره. این مدل هزینه کردن انباشت سرمایه در واقع ضد توسعه است و در فقط تو ایران این امر صورت میگیره. چهارم مسئله نظارته. ببینید نظارت در حوزه این بنیادها نه در حوزه نه خبرنگارا دسترسی دارن، نه مجلس دسترسی داره و نه سازمان حسابرسی کشور دسترسی داره. بنابراین هر نوع آماری بدن یا هر عددی بدن یا هر چیزی که بدن به هر حال استنادش به خودشون. البته آقای فتاح سعی کرده به اینکه ما داریم صورت مالی بنیاد رو میذاریم روی اینترنت و اجازه میدیم که یک شفافیت جدیدی ایجاد بشه، ولی به طور کلی اگه نتونن اون کلیتش رو مشخص کنن همین مشکلاتی هست که وجود داره. یعنی شفافیت در حد اقل موزمون. برای که آقای فتاح سابقه شروع میده در ارتباط به خبرنگاران بسیار عصبانی شد که سوال کردن که مساوی جنجالی ایجاد کرده. آقای ناور اساسا این ماهیت بنیاد مستضعفان که قرار بوده به مستضعفان کمک بکنه چقدر آنطور که تعریف شد عمل کرده؟ ببینید بنیاد مستضعفان، حالت ستاد اجرایی بنیاد مستضعفان، اینها نهادهای موقتی بوده که بعد از انقلاب درست شده. در دوره آیت الله خمینی هر دوی این نهاد در حقیقت نهاد بنیاد مستضعفان که توسط در حقیقت دولت اداره میشد، آقای مهندس حسین موسوی افراد رو مشخص میکردن، انتصاب میکردن و در حقیقت تحت نظارت دولت. بعد از آیت الله خمینی اینا در حقیقت تحت اختیار رئیس رهبری قرار گرفته، به خصوص ستاد اجرایی که خب واحد بسیار کوچکی بود و الان یک امپراتوری مالیه. اینها در موقعیتی هستند که رابطهشون مشخص نیست در مورد پاسخگویی و از لحاظ اینکه منابع مالی زیادی رو انباشت میکنن و در ارتباط با توسعه مملکت مشخص نیست، یک نهاد موازی با دولت ایجاد میکنن و این نهاد موازی با دولت مشخصا میتونه اقتصاد رو با بحران روبرو کنه و همین چالش های بلوک قدرت هم بخشش همین وجود نهادهای موازی است. متشکرم. علیرضا نامور حقیقی، تنگر مسائل ایران.
کمتر از 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و جو بایدن نامزد حزب دموکرات باید در چند روز آینده تصمیم بگیرد که چه کسی را برای مقام معاونت ریاست جمهوری نامزد کند. آقای بایدن گفته فردی که برمیگزیند زن خواهد بود. او اگر دونالد ترامپ را شکست دهد مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد و معاونش در صورت مرگ یا برکناری رئیس جمهوری جایش را می‌گیرد. بهمن کلباسی نگاهی کرده به کسانی که نامشان برای رسیدن به معاونت جو بایدن مطرح است. کمتر از 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است و جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ به یکی از مهمترین تصمیم‌های کارزار انتخاباتیش نزدیک می‌شود. انتخاب فرد شماره 2، کسی که در صورت پیروزی به همراه او به کاخ سفید می‌رود و عنوان معاون رئیس جمهوری را می‌گیرد. این سمت به خودی خود اختیار چندانی ندارد، مگر اینکه رئیس جمهوری تصمیم بگیرد مدیریت بعضی سیاست‌های داخلی و خارجی را به معاون بسپارد. و البته اگر رئیس جمهوری فوت کند یا به هر دلیل کنار برود، بیدرنگ جایش را بگیرد. این بار اما اینکه آقای بایدن چه کسی را برمیگزیند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، چون او اگر ترامپ را شکست دهد پیرترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد. مردی 78 ساله که اگر هم 4 سال دوره اول را در کاخ سفید بماند، در 82 سالگی شاید توان تلاش برای انتخابات دور دوم را نداشته باشد. واقعیتی که معاون رئیس جمهوری را در موقعیت بهتری برای به دست گرفتن رهبری حزب دموکرات در انتخابات سال 2024 قرار می‌دهد. عامل دیگری که سبب شده معاونت آقای بایدن توجه بسیاری را به خود جلب کند، این وعده 5 ماه پیش اوست. من یک زن را معاون رئیس جمهوری خواهم کرد. این بار سوم در تاریخ آمریکاست که نامزد یکی از 2 حزب اصلی یک زن را کاندیدای معاونت می‌کند. اولی جرالدین فرارو، نماینده مجلس که در سال 1984 پیشنهاد والتر ماندل نامزد دموکرات‌ها برای معاونت را پذیرفت. در آن سال اما رونالد ریگان و معاونش جورج بوش پدر پیروز شدند. بار دوم جان مکین جمهوری‌خواه سارا پیلین را برگزید که در سال 2008 در رقابت با باراک اوباما و همین آقای جو بایدن که معاونش بود شکست خوردند. حالا آقای بایدن برای عمل کردن به وعده‌اش در میان دست کم 10 زنی که نامشان مطرح است باید یکی را انتخاب کند. او گفته در عرض چند روز آینده تصمیمش را می‌گیرد. در میانشان نام سناتور کامالا هریس از ایالت کالیفرنیا بیشتر بر سر زبان هاست. او خود در رقابت درون حزبی دموکرات ها برای ریاست جمهوری شرکت کرده بود و در چند مناظره با آقای بایدن به شدت انتقاد کرد، ولی پس از رسیدن آقای بایدن به نامزدی حزب از او حمایت کرده. دیگری سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست. او هم برای رسیدن به نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد و مورد حمایت جناح چپ این حزب قرار گرفت و پس از کنارگیری از رقابت ها سخت مشغول کمک فکری به جو بایدن و جمع کردن کمک‌های مالی برای کارزار او بوده. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل هم در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته. استیون استوارت که به چندین رئیس جمهور و نامزد جمهوری‌خواه مشاوره داده و حالا در جمع کوچک جمهوری‌خواهان بریده از دونالد ترامپ است، می‌گوید کامالا هریس محتمل ترین گزینه است. I mean, Biden has said, which I think is smart for him to say, because everybody knows it's true, and candidates should say what everybody knows is true, that he's a transitional president. جو بایدن خودش هم گفته یک رئیس جمهوری دوران گذار خواهد بود. منظورش اینه که نقشش رو گرفتن قدرت از ترامپ و بعد دادنش به نسل جوانتر میدونه. یعنی احتمالاً حد اکثر 4 سال رئیس جمهوری میمونه و برای همین برای دور دوم معاونش در صف اول کسانی خواهد بود که میتونن راه او رو ادامه بدن و این واقعیت اهمیت کسی که معاون رئیس جمهوری میشه رو این دوره خیلی بالا برده. به نظر من باید کسی رو انتخاب کنه که اولا تجربه کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری رو داره و با چالش‌های یک کارزار انتخاباتی و زیر ذره‌بین رسانه‌ها و رقبا قرار گرفتن آشناست.
که به او آمادگی مقابله با بالا و پایین‌های 3 ماه آینده رو میده و دوم این که این فرد باید از اقلیت‌های نژادی باشه، چون ترکیب کشور و مخصوصاً حزب دموکرات اینه که بخش بزرگی غیر سفیدپوست هستن. در ضمن برخلاف تصور غالب، علت اصلی شکست 4 سال پیش خانم کلینتون عدم مشارکت کافی سیاه‌پوستان و لاتین تبارها در انتخابات بود. انتخاب یک معاون سیاه‌پوست از سوی جو بایدن میتونه به اون بخش از جامعه انگیزه بیشتری برای رأی دادن بده. به نظر من کسی جز سناتور کامالا هریس نیست که هر دو ویژگی رو داشته باشه. تظاهرات گسترده ضد نژاد پرستی در آمریکا هم فشار به آقای بایدن برای انتخاب یک زن از اقلیت‌های نژادی را بیشتر کرده. در نتیجه گزینه‌های کمتر شناخته شده دیگری هم روی میزش آمده. از کارن باس، نماینده مجلس از ایالت کالیفرنیا گرفته تا شهردار شهر آتلانتا، یک سناتور از ایالت ایلینوی که پیش از این سرباز ارتش بوده و زخم خورده جنگ، و کاندیدای سابق فرمانداری ایالت جورجیا. غیر ممکن هم نیست که جو بایدن کسی را برگزیند که نامش در هیچ یک از حدس و گمانهای هفته های گذشته مطرح نبوده. آنچه در آن شک و تردیدی نیست اینکه نامزد دموکرات ها تا حد اکثر یک هفته دیگر به انتظارها پایان خواهد داد و پس از آن رقابت آقای بایدن و خانم معاونش با دونالد ترامپ و مایک پنس معاون او وارد 10 هفته نفسگیر آخر تا روز انتخابات 13 آبان خواهد شد. بهمن کلبسی، BBC نیویورک. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همچنین کانال یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.